سو واتس اپ گایز، دیس از آصف رسولی. خیلی خوش آمدید به چنل خودتان، چنل ایتون. امیدوار هستم که خوش و خرم و سلامت باشین، همراه ما باشید در یک قسمت متفاوت از چنل خودتان. ستاره افغان یک برنامه بسیار جذاب و دیدنی مسابقه صدادیابی صدا بود که در سال 1364 برای اولین بار دوره اولش برگزار شد. بریم ببینیم که طی این چند سال 15 ستاره که مقام اول آوردند چه اجراهایی داشتند. میریم، وقتتان رو نمیگیریم، ویدیوی اول با شکیب همدرد. حدیث ده چی گویم گر ندانی حال زار من، ندانی حال زار من. به هجرت مبتلا در رنج و غم دیدم جوانی را، خیال روی تو سر زد. خیلی آلی، خیلی تغییر کرده، بالاخره یه 18 سال پیش بوده دیگه. ما فکر میکنم اون زمان ما 10 سالم. البته ناگفته نماند که ستاره افغان یک برنامه بسیار مهم برای شبکه طلوع بود و خیلی بیننده های زیادی است، مخصوصا در سال سومی که برگزار شد برای خودش کسب کرد. شکیب همدرد یک وید موزیک ویدیو بعد از اینکه مقام اول ستاره افغان گرفت در دوره اول سال 84 یک موزیک ویدیو پخش کرد که ما کلا شکیب جان همدرد از این موزیک ویدیو شناخته. قسم بر سرزمین خسته من، حالا گل دانه دانه به این ملک و آنو زادت ندارم، جدایی ها نمانه. حالا گل دانه 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 دانه، جدایی ها نمانه. شکیب جان همدرد بود بعد از اینکه مقام اول گرفت، به نظرم که از افغانستان خارج شد و در جای دیگه در کشور بلاد کفر زندگی خودش شروع کرده بود. بریم نفر دوم، نجیب جان محمدی، ببینیم که چه رقم اجرا میکرد. از تو به حق رسیدم، ای حق گذار من، از تو به حق رسیدم. نجیب هم صدای خیلی خوبی داشت، اما جنس صدای خوبی داشت، اما یک چیزی در رابطه با تمام ستاره‌های افغان بود که متاسفانه ادامه نمیدادن. حالا پیشتر که رفتیم باز متوجه بشیم، مثلا همی نجیب محمدی اگر هم ادامه دادن من خبر ندارم. من تا جایی که در جریان هستم ستاره‌ها زمانی که اما مقام اولی رو میگیرن بسیار معروف تر هستن تا زمانی که چند سال از او مسابقه تر میشه. خب بریم نفر سوم، رفیع نایب زاده. در خلوتی شبهای من، همتون معلوم هم هست که یک کمی میکس صدایی که او زمان انجام میشده دیگه. رفیع نایب زاده سال 86 بود که مقام اول ستاره افغان گرفت. از سال 86 بود، بازم خیلی خوب است برای کشور جنگ زده خودمان افغانستان. گوش کنیم صدای چه رقم است. شمع مراد افروختی، ای چل چراغ سبز جا، پروانه می خواهی مرا. صدای خیلی جنس صدایش خوب بود، اما میکسش کمی ضعیف بود که من خیلی متوجه توانایی خود خواننده نشده، اما 100% کسی بوده که استعدادش داشته که مقام اولی را مردم رای گیری کردن. البته من خودم شخصا با سیاست های شبکه طلوع و این برنامه ستاره افغان اصلا موافق نیستم، ولی خواهم اون کار کرد که بیننده های بسیار زیادی را پای گیرنده های تلویزیونشان کشیدن. نفر چهارم ستاره افغان نوید فروغ بود. خب من اینا رو که هیچ یادم نیسته، به خاطر که اون زمان خیلی خردتر بودم، باز خیلی علاقه زیاد به تلویزیون نداشتم متاسفانه. و بریم ببینیم که نفر پنجم ستاره افغان کی بود.
ولی سازش اگه آهنگ بسیار جالب اجرا کرد، اما این ویدیویی که شما سر میکنید به نظرم که برای ابرستاره یا شاید یک بمان یک مهمان بود، چون تا جایی که من یادمه ولی سازش و زمانی که اجرا کرده بود دستاره افغان بسیار جوانتر از این ویدیویی بود که شما سر کردین. یک موزیک ویدیو هم داشت ولی سازش با سراج پوپل که ما اون موزیک ویدیو رو خیلی خوش داشتم، اما همطور سراج پوپل هم واقعا خیلی خوش داشتم، در چند زبان مختلف تسلط داشت. کم کم یادم میاد که اون سال سراج پوپل شرکت کرده بود، دیگه از اون زمان به بعد دیگه تقریبا یادم میاد. بریم موزیک ویدیو ولی سازش رو ببینیم امروی سراج پوپل. سلام عزیز دلم در چمن گل بلند باقو... یک چیز جالبی که در حال حاضر البته جالب است، میکاپ مدل ها است که البته خب اون زمان برای خودش جالب بود و اون زمان مود و فشن اون زمان امون تو بود، ولی برای حال حاضر بسیار جالب است همون میکاپ هایشان. بان با تو میگم سلام بگو با گلم، سلام بگو با گلم. این موزیک ویدیوشان خیلی خوش داشتم، حتما برین سعی کنید. نفر بعدی ستاره ششم ستاره افغان امید الطاف بود. واقعا خیلی حیف است که این خواننده های به خوبی که ادامه ندادن، شاید دستای که در پشت پرده است یا کسایی نمیخواستن که اینا پیشرفت کنن. من در جریان اون چیزایش نیستم، اما چیزی که خبر داریم اینا اکثر کسایی که ستاره افغان شدن با هزار امید و آرزو در این برنامه اشتراک میکردن، اما بعد از برنامه خیلی کسی نبودن که پشتیبانشان باشه. خب بریم نفر هفتم ستاره افغان رو ببینیم که پدرم بسیار خوشش هم داشت. ستاره هفتم رضا رضایی. یک سیاست خوب یا بدی که ستاره افغان داشت این بود که از کوشش میکرد که در هر 12 بهترین از هر قوم یک نفر را در برنامه خودش داشته باشد. تا من فکر میکنم که بخاطر مسائل تجاری بود، چون که بسیار پیامک هایی که میرفت به شبکه روشن هزینه های خیلی هنگفت و کلانی بود. این سیاستش سیاست ستاره افغان بود که خیلی این کار میکرد. و یک مشکل دیگه که ستاره افغان داشت که میگفت که از هر سم کار تا هر چقدر که میتونید رای ارسال کنید. فکر میکنم که سال آخر یا دو سال آخر اتفاق دیگه نیفتاد، اما قبل از اون تو بود که میگفتن از هر سم کار هر چقدر که میتونید رای ارسال کنید. به نظر شما خوب است؟ نمیفهم. اگه سیاست برنامه خوب بود حتما در کامنت ها برای من اعلام کنید. ستاره هشتم ستاره افغان ساجد حسین جنتی بود و همین دوره هشتم ستاره افغان بود که من تمام قسمت هایش رو سعی کردم و بسیار هم لذت بردم. ساجد حسین جنتی که در مرحله فکر بکنم سوم چهارم یک بار هست شد و دوباره در برنامه در بخش ستاره خوش شانس دوباره در برنامه برگشت با رای مردم و الان بریم ببینیم که اجرایش چی رقم بود. من اجرایش هم خیلی خوش دارم. ساجد حسین از کسایی بود که بالاخره ما
رابطه دوستی هم داشتین در غیر یکی ستاره افغان بود در فیسبوک با هم دیگه در ارتباط شده بودیم که در ایران او زمان کسی از ایران نمیتونست که رای ارسال کنه، از همون خاطر باید پیسه جمع میشد، کسایی که میخواستن حمایت کنن از ساجد جانوی جنتی باید پیسه دست یک آدم مطمئن میدادن تا او را انتقال بدن به سمت افغانستان، که ما او زمان کلی صحبت کرده بودم و کامپاین کرده بودیم تا تهران واقعا. خب دیگه او زمان دیگه یک چیزای هر چیزی یک دوره داشت و کامپاین کردیم و یک مبلغ خلاصه جمع شد و ما ارسال کردیم برای ساجد جان جنتی که تا یک کمکی بالاخره یک او زمان ما هم که یک از طرفدارای ساجد جان بود. بریم سال بعد، سال جشنواره نهم ربیع الله بهزاد. من مطمئن نیستم که همیشه غزل میخوان یا نه، ولی این سبک غزل ما شخصا خوشم نمیاد. خب بالاخره فولک افغانستان است دیگه و موسیقی هم چیز کاملا سلیقه‌ایه. این سال یک دخترک بود به نام آنایتا الفت. من فکر میکردم که آنایتا الفت کسی باشد که یه ادامه نده، ولی تنها کسی که دوست 12 نفری که ادامه داد آنایتا الفت بود و خیلی هم کار خوب و زیبایی هم در بازار ارائه میکرد. دهم ستاره افغان علی ساقی بود، از آلمان آمده بود و اشتراک کرده بود. سنم تو خال مشکین را به پیشانی زدی، در میان سینم سرداغ پنهانی زدی، در میان سینم سرداغ پنهانی زدی. باز میپرسی که رنگ از سر علی ساقی هم متاسفانه از اون کسایی بود که من اما سبکش خیلی خوش نداشتم. همطور که دیتان هم گفتم موسیقی یک چیز کاملا سلیقه‌ای است دیگر، من خودم خوشم نمی اومد از سبکی که علی ساقی اجرا میکرد، اما خواننده بسیار توانا است. این هم متاسفانه مثل تمام ستاره های دیگر ادامه نداد. فکر میکنم یک یا دو تا ترک بعد از اینکه ستاره افغان شده بود در مارکت دری ارائه داد، اما بعد از اون دیگه. و البته ایرم نگفتن نماند که تمام ستاره کوشش میکردن که بعد از اینکه نمره اول میگرفتن در جاهای مختلف کانسرت های برگزار میکردن و خب بالاخره تهیه کننده هایی بود، پرودوسر هایی بود که از این فرصت استفاده میکردن و مخواننده بعد از اینکه کانسرت ها خلاص میشد و پرودوسر ها الهیشان میکردن، فکر میکنم که یک ضربه اینا که میخوردن و ناامیدی که میشدن. بالاخره خب پرودوسر ها بعد از این آدم میرفتن دنبال نفر جدید، کسی که دوباره ستاره افغان قرار خواهد بشه. بریم در جشنواره 11 زمانی که حبیب الله فانی رتبه اول جشنواره ستاره افغان گرفته بود. که تیغو تیرو خنجر می فروشد، که تیغو تیرو خنجر می فروشد. این از اینا خیلی بسیار میکاپ جالبی داشت. من فکر میکنم که خیلی از این آرتیست هایی که دستاره افغان رتبه اول گرفتن واقعا صلاحیتش نداشتن. اما طرف قبلا گفتم موسیقی یک چیز کاملا سلیقه‌ای است و نمیتونید 100% بگید که این کار بهتر بود و کار خوب. چیزی که من میبینم و چیزی که سلیقه من است و اگه از من انتخاب حق انتخاب میدادن مطمئنن مثلا حبیب الله فانی کسی بود که واقعا رتبه اول به ایشان نمیداد. نفر بعدی البته است علی ساقی هم بود، یعنی اگه من احتمال میتونستم یه جایزه رو بدم در علی ساقی و حبیب الله فانی رو نمیداد. بالاخره
سلیقه است دیگه. در جشنواره دوازدهم یک رپر مقام اول ستاره افغان گرفت. خیلی جالب بود برای اولین بار. البته چند سال قبل تر همون سالی که ساجد حسین جنتی به نظرم که مقام اول گرفته بود یا سال بعد، دقیق اطلاع نداریم، که زیبا جان حمیدی اشتراک کرده بود و در اون برنامه مقام هفتم هشتم گرفت. بر تنها رپری که مقام اول جشنواره ستاره افغان یک پربیننده ترین برنامه افغانستانی در کشور عزیزمان را دریافت کرده بود، سید جمال مبارز بود. بریم یکی از ویدیوهاش رو ببینیم. اما من باز میگم که سید جمال اگر تنها رپر نبود مطمئنا جایزه نمیگرفت. من خودم بالاخره سالهای سال رشته من دمی پستندسازی و فیلمسازی در بخش همی رپ هسته، جمال مبارز متاسفانه رپری نبود که جایزه اول ستاره افغان بگیره. افغانستان محور جنگ، شنیدمش از سرگوشه صدای فیری توفنگ. افغانستان کشور زیبا، محور جنگ از قلب آسیا، ولایت های سرسبز داره کشور. اما یک کار خیلی بزرگ و کلانی که یکی از کارهای کلانی که جمال مبارز انجام داد این بود که دمی ویدیوی که شما سعی میکنین پشت سرش نغمه ساز شده یا خانم هنگامه است. البته من خیلی دوستای دیگه مطمئنن بزرگای موسیقی افغانستان هستن. کار بزرگی که سید جمال مبارز انجام داد این بود که باعث شد که نغمه رپ گوش کنه. من مطمئن هستم که خانم نغمه خیلی بسیار یک زن با استعداد و در علم موسیقی و آهنگای بسیار نوستالژی و خاطر انگیز برای همه ما داره. اما رپ فکر نمی کنم که گوش کرده باشد. و سید جمال یک از همین کارهای کلانی که کرده بود این بود. البته سید جمال مبارز یک کار بزرگی کرده بود، باعث شد که پدرای ما هم حداقل یک بار رپ گوش کنه. حالا یک سری علاقه مند شد و یک سری علاقه مند نشد و خیلی از دوستای من معتقد بود که برعکس عمل کرد. یعنی باعث از جمال مبارز باعث شد که پدران ما و کسانی که رپ گوش نمیکردن زمانی که کار سید جمال مبارز گوش میکردن دیدگاه بدتری نسبت به رپ پیدا کردن و کلن یک چالپای سرخ روی رپ کشیدن. بریم جایی که مولانا کرده ظهور، به جایی که دار پشینه تاریخی، بعد علم و فرهنگ بلخ بامی. در برنامه The Voice آریانا سعید اونجا اعلام کرده بود که ما کدس رپرا و سیاپوستای آمریکایی بالا پایین شده و کیشان ارتباط داشتیم. گفته شده امرای دخترای سیاه افریقایی که رپ میکردن کار میکردن میکردن. بله. اینجا تنها کسی که دمی جمع یک کمی کده رپ هد میزنه یا امو اکتیویتیش دارد آریانا سعید است. اما من بعید میدانم که خیلی در زمینه هیپ هاپ و شاخه رپ بتانه نظری بده که 100 درصد اگه میتونست خب سید جمال رتبه اول نمیگرفت. در دوره 13 ستاره افغان سال 96 رتبه اول ستاره افغان مصطفی هنرجو گرفته بود. بریم یک از اجراهایش رو ببینیم. تو دولت داره خیره، خریدار تو اگه بسیار خیره، خریدار تو اگه بسیار خیره. نکو کدوم غریب و بی وفایی، ده دنیا کلگی نادار خیره، ده دنیا کلگی نادار خیره. مصطفی هنرجو یک رقمی هست که احساس میکنه که بچه کاکایت هست. یک چهره روی گرم دارم، میفهمه یک کمی که احساسش خوبی کده مصطفی جان هنرجو داره. در رابطه با استعدادش هم بد نبود اما سلیقه من باز متاسفانه نبود. خب بریم در دوره 14 هم که اولین زن جایزه ای جشنواره بزرگ از آن خودش کده بود ببینیم. خانم زهرا الهام که بعدا گفته ایرانی ها کشف حجاب کرد. فعلا این را ببینیم باز در موردش گپ میزنیم. Bye.
زهرا الهام همون کسایی هست که واقعا دیگه جایزه رتبه اول واقعا فکر نمیکنم که جایگاهش رتبه اول باشد. اما خب به عنوان کسی که برای اولین بار بانو بود و کلن بانوان افغانستان ای که میان در صحنه ستاره افغان و اما چهره خودشان را نشان میدن، صدای خودشان را میکشن، واقعا خودش یک جای افتخار است و من واقعا خیلی خوشم میاد از این کار و حتما بهش تبریک میگم. کلن در افغانستان متاسفانه به خاطر از اینکه فرهنگش هنوز جا نیافتاده یک کم سخت است که بخوای با یک بانو باشی و صدا و چهره در داخل رسانه ستاره افغان که از کلان و پرطرفدار بود نشان بدی. به نظرم که کار بسیار بزرگی کرد. من این جنس صدایش ما صادقانه درشان بگم که جنس صدایش را خوش نداشتم. شما چی رقم فکر میکنید؟ اگه من اشتباه میکنم حتما نظرات هایت در کامنت ها برای من بذارید. ترجیحاً کامنتی که میذارید فینگلیش باشد. به عنوان مثال سلام خوبی مثلا خیلی خوب بود، یه خیلی بهتره تا یکی بخوای فارسی تایپ کنید. کلاً برای هر کسی در هر پیجی که رفتین تایپ کردید بهتر است که انگلیسی تایپ کنید. خب بریم اجرای فهیم فنا رو ببینیم. فهیم فنا در این قسمت از آهنگش در حال اجرای نوتای موسیقی که نیم پرده و یک پرده بالاتر و بالاتر میره که واقعا کار خیلی سخته است و هر کس نمیتونه. گوش کنین. خب فهیم جان فنا واقعا کسی بود که بسیار استعداد داشته و من اگه حق زیر داشتم که یه جایزه بدم در 15 ستاره برتر افغانستان حتما فهیم فنا رو به عنوان نفر اول این لیست من قرار میدادم و استعداد خیلی خاصی داره. به نظر شما کدام از این 15 تا حق زیر داشت که نفر اول ستاره 15 نفر برتر از ما باشد؟ اما یک چیز بسیار مشکلی که هست در بین تمام آهنگ های فولک افغانستان یه هست که خیلی در فرهنگ هندوستان آمیخته است، مخصوصا همین موزیک های غزل یا قوالی فهیم جان فنا یعنی تو سبک ها بسیار سبک هندوستان نزدیک هست. مثلا شما اگه سعی کنید امی متن فارسی فهیم جان فنا رو بردارید و یک متن هندوستانی اضافه کنید هیچ کس نمیفهمه که فهیم جان فنا افغانستانی است. البته خب به خاطر جنگ های پی در پی که در افغانستان بود متاسفانه مردم ما بالاخره مهاجرت کردن، همونطور که ما در ایران آمدیم و فرهنگ و لهجه فارسی ایرانی در لهجه ما تاثیر گذاشته بود، همینطور 100% در گذشته در موسیقی افغانستان هم فرهنگ هندوستانی 100% تاثیر خودش را گذاشته بود. ولی با این وجود هیچ چیز از قدرت صدا و استعدادی که فهیم جان فنا داشت کم نمیکنه. این بود 15 برتر ستاره افغان و نظرتان حتما با ما اشتراک بذارین، کوشش کنین که در انگلیسی بذارید و لایک و سابسکرایب حتما یادتان نرد و اون زنگوله بغل سابسکرایب حتما فشار بدید تا از ویدیوهای بعدی ما اطلاع پیدا کنید. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. همه تان خوش دارم. اندوالو مزده. شبتان بخیر.